رفتم استقبال تیم فوتبالمون در فرودگاه موقعی که از مسافرت اومدن. اولین نفر اومد، اولین فوتبالیست، دست دادیم، روبوسی کردیم، یواش زیر گوش من گفت آقا من خواهش میکنم این کیروش رو نگه دار شما. این کیروش رو نگه دار تا نفر صدم ادامه داشت. این دیگه اون راننده اتوبوسی که توی فرودگاه بود، من انتظار داشتم اونم بیاد همین رو زیر گوش من بگه. همه گفتن بدون استثنا. همین فضا سازی ها مانع از این شد که ما در یک روند و یک بستر مناسب و مطلوب تصمیم گیری بکنیم. این اظهارات وزیر ورزش بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های پرتغالی داشت. روزنامه‌های این کشور نوشتند مربی پرتغالی ایران یک مخالف بزرگ پیدا کرده و آن هم وزیر ورزش است. رسید کارمون به اینجا که باعث شاکر باشیم به درگاه خداوند متعال که ما چقدر خوب میبازیم. کیروش که پس از جام جهانی 2014 مخالفان و موافقان زیادی برای ادامه کار در ایران داشت، حالا دیگر نمیخواهد بیش از گفته فدراسیون فوتبال از برخی مواضعش در قرارداد عقب نشینی کند. رئیس فدراسیون های کفاشیان یک مذاکره کننده بسیار بسیار سختی است. کیروش میخواهد قراردادش تا پایان جام ملت های آسیا باشد و مبلغی به میزان قرارداد یک ساله دریافت کند، و یا اگر قراردادی 4 ساله بست و بعد از جام ملت ها به دلیل نتایج ضعیف قرارداد فسخ شد، سرمربی پرتغالی باز هم پولش را کامل بگیرد. کیروش همچنین درخواست کرده در ازای دیرکرد فدراسیون در پرداخت هر یک از اقساط قرارداد مبلغی به عنوان جریمه دیرکرد به او پرداخت شود. با این حال به نظر میرسد شانه خالی کردن وزارت ورزش برای تامین هزینه های این مربی و واگذاری تمامی شرایط دستمزد کیروش به فدراسیون فوتبال منجر به عقب نشینی کفاشیان هم شده. سه شنبه 4 شهریور ساعت 5:30 است و هنوز خبری از قرارداد با کیروش نیست. از ساعت 11 تا حالا اینجا بودیم و هیچ اتفاقی هم نیفت. ولی مثلا که خودشون هم مثلا که خیلی در جریان نیستن قرار چی بشه. متاسفانه تنها چیزی که مشخص نمیشه قراردادهای کیروشه. خود فدراسیونی هم منتظرن. جالب اینجاست اونا از ما میپرسن چی شد. گفته بود که تا امروز ظهر کیروش قراردادش رو امضا کرد. امضا نکردم که دیگه هیچی. هرچی که هست 5 ماه بیشتر تا مهمترین رویداد پیش روی فوتبال کشورمان فرصت نمانده. جام ملت‌هایی که نباید با فرصت سوزی باز هم به حسرت تبدیل شود.